موضوع برنامه امروز ما همونطور که قبلا اعلام کردیم بحث بودجه و لایحه‌ای که دولت تحویل مجلس داد و تغییراتی که مجلس و کمیسیون تصویب اون اعمال کرد هستش و در خدمت مهمان گرامی هم هستیم. اگر سلام عرض ادبی هست بفرمایید که بعدش بدون فوتوگراف به سراغ سوال بپردازیم. به رسم ادب سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان. سپاسگزاری می‌کنم از دوستان عزیزی که این برنامه رو ترتیب دادن. تبریک عرض می‌کنم ولادت مولانا موحدالدین امیرالمومنین و روز مرد و روز پدر رو خدمت همه عزیزان تبریک می‌گم. انشاءالله در آینده سال‌های بعد به همت آقای دکتر شریعتی روز مردانگی هم در پیشان انشاءالله یه روزی داشته باشیم. سنت قدیمی ایرانی مردانگی بوده که انشاءالله پاس بدهیم. سلام خدمت شما و همه بینندگان این برنامه. سلام و عرض ادب دارم و این روز بسیار بزرگ رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. خدمت هست. خدمت هست. به عنوان سوال اول، اگه اجازه بدید آقای دکتر شروع کنیم. آقای دکتر، تحلیل کلی شما از لایحه بودجه‌ای که دولت تحویل مجلس داد و حالا این تغییراتی که مجلس و کمیسیون تصویب روی بودجه ما کرده چیه؟ به نظر من کلا دو نوع تحلیل، دو نوع کارشناسا دو نوع صحبت دارن. یکی اینکه بعضی میگن که مثل اینکه دولت تغییرات بنیادی خوبی روی بودجه انجام داد و بودجه که دولت مجلس فرستاد بودجه بدی نبود و کمیسیون تصویب داره مثل سالهای قبل مثلا کماکان هم به هزینه تراشی و گذاشتن درآمد عمومی میشه ادامه داده، ولی نه، بعضی ها همچنان مصر هستن که کمیسیون تصدیق هم کار بسیار درست انجام داده و مجلس انقلابی ما کاملا بودجه خوبی رو تدوین کرد و اصلاحات بسیار مناسبی رو روی بودجه دولت اعمال کرد. تحلیل شما از این قضیه چیه؟ بله، سلام خدا. ببینید بودجه قصه پرواسطه بودجه لااقل بنده از سال 98 تا امسال که بودجه سال 1401 رو داریم می‌ریزیم، یعنی رئیس بودجه سال 99-1401 تلاش زیادی بنده شخصی انجام دادم که شاید بشود تغییراتی در وضعیت معیشت مردم مردم ایران به وجود بیاد، چون ما بیش از آن که مشکل خارجی داشته باشیم، مشکل تحریم داشته باشیم، مشکل سوء تدبیر و سوء مدیریت رو داریم. بودجه ریزی ما یک روند بودجه ریزی بسیار موفق در دهه 40 شمسی داشتیم. کمترین مقدار تورم مدت 10 سال، بیشترین مقدار در واقع بیشترین رشد اقتصادی دو رقمی به مدت 10 سال ادامه داشته. از 1350 اون سازمانی که تحت عنوان سازمان برنامه وجود داشت متاسفانه متوقف شد و تخریب شد. ارکان تغییر کردن، افراد تغییر کردن و از 1350 تا امروز ما دیگه سازمان برنامه در کشور نداریم. یک چیزی داریم تحت عنوان سازمان برنامه و بودجه که کار بودجه رو انجام میده، که کار بیشتر بودجه رو انجام میده، برنامه وجود نداره. کار بودجه این هست که یک مقداری درآمد نفتی احصا میشه. این درآمدهای نفتی که احصا شده، ما در واقع این درآمدهای نفتی رو با یک شعبده بازی که فقط مختص ایران هست در دنیا، ما معادل این درآمد نفتی رو حساب به حساب میکنیم از حساب دولت، یه قسمتش رو بریزیم به حساب بانک مرکزی، یه قسمتش رو بریزیم به حساب صندوق توسعه ملی، یه قسمتش رو بریزیم به حساب بانک مرکزی. حساب دولت تخلیه میشه، درآمد حاصل از سوش نفت تخلیه میشه، بانک مرکزی اتفاقا اون حساب هم در اختیار بانک مرکزیه، یعنی مسئول بانک مرکزی لاگین میکنه، حساب دولت رو خالی میکنه، میذاره تو حساب خودش مثلا نزد کلون بانک. این طرف مثلا 1 میلیارد تومان با زحمتی که نمایندگان محترم مجلس امسال کشیدن ضرب داره 23.500 نرخ تسعیر، ما این رو میایم پای پول ایجاد میکنیم. خب حالا شما ممکنه بپرسید که ما اگر خب نفت هم نداشتیم، اون فردی که در بانک مرکزی نشسته میتونست پشت کامپیوتر این 23,000 میلیارد تومان رو تایپ کنه، این مقدار رو در اختیار دولت قرار بده، چه فرقی داره؟ واقعیتش اینه که از نظر پولی هیچ فرقی نداره، از نظر پولی هیچ فرقی نداره. این بودجه ریزی ایران بوده از 1350 به دستور شاه با همت حمیدا و تا امروز هم متوقف نشده. مجلس انقلابی باشه، ملی باشه، مذهبی باشه، هر چی که باشه، 50 سال هست که ما این روند مقرر رو داشتیم. دلیل اصلی تورم مستحضر هستیم،
طولانی‌ترین دوره تورمی تاریخ بشریت متعلق به ماست. بالاترین زیان تورمی رو در طول تاریخ بشر ایران در طی 51 سال گذشته متحمل شده. 50 سال از 1450 تا امروز بگیریم، یک سال هم که سال 1401 هست، ما بیش از 50 سال متاسفانه ادامه دادیم. این روند مخرب رو برداشت من این بود که شاید نوید در واقع عقلانیت در مجلس جدید حکمرما باشه. خیلی امید داشتیم. خود بنده خدمت آقای دکتر شریعتی ارادت دارم، خود بنده ایشون رأی دادم، الان هم منتقدشون هستم و نه امروز منتقدم، این انتقاد تا آخرت هم خواهد رفت. می‌بینم 85 میلیون مردم مظلوم ایران چگونه دارن زندگی می‌کنن، چرا ما تلاش نمی‌کنیم وضعیت رو اصلاح کنیم؟ این مسئله یک مسئله بیشتر یک مسئله عملیاتیه. خب چرا اصلاح نمی‌شه؟ چرا ادامه پیدا می‌کنه؟ از اون طرف ما میایم ارز کشور رو یه قسمتش رو اینجوری اضافه می‌کنیم به ذخایر خارجی بانک مرکزی، از یک طرف دیگه ما میایم ارز شاهدیست وجود آوریم. همین مجلسی که منتقد آقای روحانی بود، همین مجلس الان تقدسی که برای عرض شاده دویز قائل شده، من تا حالا باور کنید ندیدم برای موضوع مفهوم اقتصادی و بودجه ای چنین تقدسی قائل بشود. یعنی ما در شرایطی مختلف که حضور پیدا میکنیم، میبینیم که متاسفانه یک جوری در مورد چهار دویز صحبت میشه که اگر کسی منتقد باشه، اگر کسی بر اساس علم و تجربه نظر دیگری داشته باشه، اصلا نمیتونه عنوان کنه. شما خودتون که این برنامه رو الان ترتیب دادید، من مطمئنم با بسیاری افراد تماس گرفتید، حاضر نشدن بیان از حذف ارز ۴۲۰ حمایت کنن. من به این رو مطمئن هستم. من در خدمت شما هستم. فرمایشات جناب آقای دکتر شریعتی میشه. آقای دکتر، شما اگه به همین موضوع و حرف آقای دکتر صحبت دارین بفرمایید که بعدش بدا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. در این بخشی که ما یه وابستگی جدی به نفت داریم و درآمدهای نفتی همواره تعیین کننده است در کشور ما و این درد مزمن از گذشته از پیش از انقلاب بوده و هست و متاسفانه ادامه داره، بعد با یک سوال هم نظرم و خوبیشون هم میدونم که این مطالبه جدی رهبری نه الان، مال سالهای گذشته هست که بریم به سمت این که وابستگی بودجه به نفت رو به صفر برسونیم و این حکم بسیار خوبی که در قانون برنامه ششم پیش بینی شد که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از 30% سال به سال 2% افزایش پیدا بکنه و میزان بودجه نفتی در بودجه عمومی کشور کاهش پیدا بکنه، یکی از دلایلش همین بود. و خب متاسفانه طی سالهای اخیر تا سال 1400 همواره دولت‌ها می‌رفتن مجوز می‌گرفتن این سهم رو به 20% فریز می‌کردن که خب خوشبختانه امسال مجلس با این مخالفت کرد و سهم قانونی 40% صندوق توسعه ملی رو برگردون، چون در لایحه دولت 20% پیش می‌رفت و بهم سقف درآمد نفتی زیاد شده. عرض می‌کنم این سقف رو در واقع به همون 40% قانون برنامه برگردون و عملا یه بخشی از محاسبات لایحه دولت به هم می‌خوره. این ماجرا حدود 160,000 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. از این جهت نکته دوم این که واقعیت اینه که مسئول بودجه ریزی کشور مجلس نیست، مسئول بودجه ریزی کشور دولته. دولت ها هستن که لوایح رو تنظیم میکنن و باز طبق قانون مجلس مجاز نیست تغییرات خیلی جدی در لایحه دولت بده. اساسا شورای نگهبان هم طبق قانون هم طبق عرف قانون نویسی لوایح دولت رو اگر تغییرات خیلی جدی توش انجام بشه و مجلس گزارش نهاییش تغییرات خیلی عمده‌ای داشته باشه تایید نمیکنه. حتی سال گذشته که مجلس میخواست تغییرات جدی رو در بودجه 1400 دولت‌های روحانی بده، قبلش رفتن مجوز گرفتن. مشاور نگهبان رایزنی شد، از رهبری سوال کردن و به دلایل مشکلاتی که وجود داشت در بودجه و احتمال داشت که مجلس بره به سمت بودجه 1/12 امسال اون، اجازه پیدا کرد که تا یه حدی تغییرات بیشتر از
حالا عرف 10% معمولا میگم تغییرات انجام بشه که آرسال اتفاق افتاد، ولی امسال همچین بحثی نبوده و تفاهم بین مجلس و دولت و شورای نگهبانی بوده که لایحه دولت تغییر جدی نکرد. بنابراین خروجی بودجه که اتفاق میفته با دولت، من به شخصه خودم معتقدم که اساسا کمترین دخالت رو باید مجلس در بودجه نویسی داشته باشه. رویکردهای کلان، اون ریلگذاری ها، سیاست های کلی، جهتگیری های بودجه رو مجلس تعیین بکنه، اما راجع به جزئیات چگونه این در کجا به چه صورت هزینه میشه، به چه صورت درآمدها با چه سازوکاری به دست میاد، اینا دیگه مسئولیتش با دولته و دولت با نسبت به اونچه که انجام میده بعدا پاسخگو باشه. یعنی ما مجلس رو ناظر پسینی میدونیم در اجرا و ناظر پیشینی میدونیم در سیاست گذاری کلان، نه نوشتن جزئیات. بنابراین بودجه نویسی اگر واقعیت بخواد اتفاق بیفته نه ظرف مجلس همچین اجازه میده، چون همین الان شما میبینید مجلس وارد که میشه از آذر ماه نیمه آذر دایره تقنیم مجلس میشه، با این نامه داخلی مجلس تا آخر اسفند مجلس درگیر بودجه میشه، حالا کمیسیون ها، کمیسیون تلفیق، نماینده ها، پیشنهادات، بعد صحن علنی و باز هیچگاه مجلس نمیرسه اصلا ظرف کار کردیم مجلس اجازه میده به تمام ردیف های اعداد و ارقام و جداول پیوسته بودجه مجلس ورود بکنه. معمولا مجالس همواره اینجوری بوده، الان هم همینه. این 19-20-18 تفسیری که در ماده واحده بودجه هست رو بررسی میکنن و یک تصویری از مصوباتشون در جداول خودشون نشون میده، اما اصل بودجه اون جداول هست. بنابراین من از این جهت خیلی با فرمایش های دکتر موافق نیستم که مجلس اینجا نتونسته، مجلس کاری نمیتونه فعلا داهه انجام بده. مسئول بودجه نویسی دولته و البته خب دولت تو این زمینه به نظر من میتونست بهتر از این اقدام بکنه و عمل بکنه. ولی خب از جهت اینکه سال اول دولت هست و عملا تا شهریور ماه که دولت مستقر شده از چند ماه قبل دستگاه های اجرایی کارهای خودشون رو برای تدوین اولیه بودجه دستگاه ها پیشنهادش به سازمان برنامه و جمع‌بندی اون در سازمان برنامه دادن و همون مدیران ارشد دولت گذشته بودن که این کار انجام دادن، دولت که مستقر شده سال اول تونسته در بعضی از رویکردهای تغییراتی اعمال بکنه و به خوبی مشخصه در لایحه‌ای که ما دیدیم هر جایی در دولت که سریع‌تر تغییر ایجاد شده بود تصویر بهتری در بودجه رو ایجاد کرده بود. به عنوان مثال احکامی که مرتبط بود با وزارت امور اقتصاد دارایی به نظر من احکام منسجم‌تری بود، احکامی که مرتبط بود با تفسیرهایی که مربوط به سازمان اداره استخدامی کشور بود یه نظم و انسجام بهتری داشت و با اون رویکردهایی که تغییر رو باید ببینیم در تغییر دولت‌ها بیشتر همخوانی داشت. ولی مجموعه های دیگه به خصوص حوزه نفت ما، حوزه درآمدهای نفتی ما، مجموعه حوزه انرژی ما تغییرات جدی نکرده بود. حوزه صنعت ما همینطور خیلی چون تغییرات به صورت خیلی کند اتفاق افتاده عملا ما می‌بینیم که تو خیلی از جاها در بر هم پاشنه گذاشته میچرخه. اما به صورت یک فرآیند کلی حالا اون سیری که گفتن رو من خیلی الان دیگه واردش نمیشم چون عرض کردم یک اعتقاد و مشکل کلی ما داریم در نگاه به بودجه، ولی به نسبت سال 1400 لایحه دولت لایحه بهتری بود، هم در شاخص عدالت، هم در پیشبینی درآمدهای نفتی، کاهش میزان انتشار اوراق و کاهش ناترازی، گرچه ناترازی داره همچنان بود، ناترازی عملیاتی داره، ولی کاهش پیدا کرده نسبت به گذشته در لایحه. این هم نکته بعدی. نکته سومی که واقعیت اینه که ارزش 4200 تخصصی برای مجلس نداره و این عبارت درستی نبود که استفاده شد. اتفاقا مجلس 11 در اولین سال خودش که وارد بودجه آخر دولت‌های روحانی شد تکلیف کرد به دولت که ارز ترجیحی رو حذف بکنه. در یه رفت و برگشتی که کلیات تایید نشد و برگشت به دولت،
جهانگیری نامه نوشتن خدمت رهبری که ما نمیتونیم این کار انجام بدیم و توان دولت این نیستش که این کار انجام بده و ممکنه مشکل برای بکنه در تحمیل کالای اساسی و غیره و اون دولت زیر بار کار باید باشه ایشون های دولت زیر بار کار و رهبری هم به مجلس نوشتن که این امعان نظر شده این بحثی که دولت داره و عملا میگو که خب با دولت همراهی بشه دولت نیچه دیگه و مجلس عزمش از بود حتم کرده بود عملا در فرض رو کامل تکنفی کرده بود و دیگه ما عرض 20 سال 1400 نباید میداشت. بعد هم که دولت این اصلاحیه رو از مجلس خواست توی راند دوم نهایتا 8 میلیارد دلار پیش بینی شد که دولت این رو به تدریج استفاده بکنه و در پایان سال ما عملا دیگه امر تدریجی نداشته باشیم. تکلیف دولتی بود در مذاکرات مجلس حکم تدریجی بود ولی باز در حکمی که نوشته شد حکم خیلی سختگیرانه بود، سختگیرانه نبود. دولت مجاز بود که هر وقت خواست اینا هزینه بکنه و دولت‌های روحانی کل 8 میلیارد دلار تا آخرش اکبر هزینه کرد. عملا دولت‌های رئیسی که اومد چیزی نداشت، عرض ترجیحی مجوزداری نداشت که بخواد ادامه بده. حذف این ارزم اتفاق نیفتاد از تامین کالای اساسی و واردات نهادهای اساسی کشور و یک به قول معروف مشکلی پیش اومد در ادامه کار در نیمه دوم سال که دولت باز از مجلس خواست یه لایحه دو فوریتی آورد که اضافه بکنه این عدد رو، مجلس اجازه نداد اتفاقا و لایحه دو فوریتی دولت رأی نیاورد، یک فوریت هم رأی نیاورد و این نشون میداد که مجلس در اون هفته گذشته خودش با فشاری کرده اتفاقا و این هم برعکس فرمایش های دکتر هستی قداست تو مجلس نه در شابیسی از نظر مجلس یعنی راند یعنی یک در واقع تدبیر غلط و بدون پشتوانه کارشناسی و عملا نتیجهش هم در سفره مردم آنچه که پیش بینی میشد اتفاق نیفتاد و بر اساس محاسبات کالا میشد روی صحبت کرد خیلی اتفاق بهتری باید میفتاد واقعا امتداد این هم. من خودم تو مجلس در کلیات دفاع از لایحه دولت که ارزش آلیسی حذف کرده صحبت کردم و یکی از دلایلم و دولت هم لایحه‌اش همین بود و یکی از دلایلم هم همین بود که ما مجموعه این 4-5 سال نهادهای اصلی که وارد کشور میشد میانگین بالای 50% وارداتش افزایش پیدا کرده بود بعد از این نرخ ارزش تجریحی تو بعضی از نهادها تا 70-80% تو بعضی ها 15% 20% ولی میانگین بالای 50% در حالی که نیاز کشور عوض نشده بود و نشون میداد که اینا جای دیگه بدی تبدیل میشه مصرف میشه یا از مرزهای دیگه خارج میشه این فاصله یه جای دیگه استفاده میکنن. آمارش هم دست ما بود. بعضی از مدیران ارشد دولت گذشته در مقام کارشناسی به ما گفتن که ما موافقیم که این هست بشه. رأس دولت بخواده. دولت گذشته. و استدلالشون هم به ما میگفتن و درسته. همین حرفی که الان عرض کردم. این هم از این جهت پس مجلس هم این نبود. الان چرا در کمیسیون تلفیق دوباره یه بازگشت رو گذشته شده؟ چون در اصل موضوعی که این عرض رانت است و فساد است و به هدف نمیخورد کسی تردیدی نداشت و همه هم صدا بودیم، اما دولت نتوانست کمیسیون تلفیق رو قانع بکنه که من میخوام چیکار بکنم. این عرضی که اینجا حذف میشه رو میخوام به مردم برسونم به صورت مستقیم و این واسطه ها رو حذف بکنم با تا حذف بکنم، نحوه اجرا چیست؟ چگونه مردم مطمئن بشن و مجلس مطمئن بشه که این درست به هدفش اصابت میکنه و چگونه مردم میرسه؟ روی کرد اجرای دولت در اینجا ابهام داشت و به نظر من هنوز تصمیم منسجم و دارای اجماعی در دولت وجود نداره این چه اتفاقی باید برش بیفته. برخی میگن در دولت برخی میگن که ما اینو ما به تفاوت و هر چقدر هست مثلا تا 250-300 هزار میلیارد تومان برآورد میکنن این رو توضیح کنیم به مردم پول یاران اضافه کنیم مثلا جاده من بشه 200 تومان. یه روی کرد اینه که اینو کلا ببریم تو کالا و کالاهای الکترونیکی بدیم، یه روی کرد واسطه بین دو تا واسطه بخشش نقدی بشه یه بخشش غیر نقدی بشه، یه روی کرد اینه که به فرد زحکات مثلا یه عددی نقدی بدیم یه عدد کلی و همه مثلا حالا بدیم و جنبندی اجرایی توی ماجرات دولت به نظر من نبود. جمله آخر هم اینه که ببینم اینجا بحث کارشناسی رو نقل بکنیم اما انتظارم اینه که بحث ما وارد فضاهای ژورنالیستی نشه.
مثلا کارشناسی بره جلو و به خصوص های دکتر که تجربه و تخصص بالایی هم دارن مسیر بحث رو ببرید تا همین ریلی از کارشناسی. بعد ما یه سوال خیلی کوتاه جواب بدیم، امسال چند میلیارد دلار برید از 4200 تا کنسل تبدیل تصویب شده؟ کنسل تبدیل 9 میلیارد دلار فعلا مصرف شده، یعنی باز هم حالت تدریجی میشه که بده بعد. شما اگه نکاتی روی صحبت های دکتر دارین در بحث 4200 بفرمایید، اگه نه که بفرمایید. من بعد خیلی کوتاه جواب بدین که بدین سوال رو بدین. من خواهش از کوتاه بدین. دکتر شما فرد علمی هستید، بنده فرد علمی هستم. در علم تناقض رو خیلی سریع تشخیص میدن افراد، شفاف میشه. تناقض که میبینن روش تاکید میکنن که چطور ممکنه یک چیزی ما اول گفتیم آ میشه به بعد گفتیم آ نمیشه به، ولی من هر دوشم کنار همین بعد هر دوشم یک نفر صحبت کرده، دو نفر نبودن، یک مجلس بوده. مجلس سال پیش به دولت روحانی گفته که ارز 4200 رو برداشت، مجلس امسال به دولت روحانی که گفته ارز 4200 رو بذارید. فقط فهمیدید از روزی که آقای جهانگیری قرض جهانگیری رو مطرح کردن، گروه منتقد انتقادهای خیلی جدی و درستی داشتن. الان همون افراد هستن به قدرت رسیدن، در مجلس قرار گرفتن، خب دارن چیکار میکنن؟ دارن ارزش های بیست رو توجیه میکنن. دقت میفرمایید، من روز شب گذشته مناظره داشتم در سیمای جمهوری اسلامی با یکی از نمایندگان محترم مجلس. خب ایشون داد میزدن. دقیقا ما الان اگر داریم پاسخ میدیم به خاطر اینکه چیزی رو میبینیم، دقیقا میفهمید که شما به فکر مستدفعی نیستید، به فکر محرومی نیستید، به فکر مردم نیستید. اقتصاددان ها اینجوری هم اونجوری هم. آقا اقتصاددان فردیه که رفته مهارت علمی کسب کرده، اگر کسب شده باشد که در بسیار من واقعا نشده، دقیقا میفهمید نه ما دلمون میسوزه برای کشور، ما تو پیگیر همون مطالبات شما هستیم که زحمت کشیدید بالاخره فرمودید به قدرت رسیدید. خود بنده به خدمت آقای شریعتی رأی دادم، عرض کردم خدمتتون، الانم منتقد ایشون هستم. نه فقط منتقد ایشون هستم، هم در این دنیا هم در اون دنیا تک تک افرادی که رأی دادیم بعداً باید پاسخگو باشن. دقت می‌فرمایید این مردم 85 میلیون زجر کشیدن، ما با شعار میایم میریم توی مجلس، بعد در مجلس وارد کار سیاسی کاری میشیم، می‌بینیم که خب به نفعمونه که اون شعارا رو دیگه نداشته باشیم. آمارها، اون ارزش‌ها مال قبل از مجلس بود. یا اون دوستان می‌بینن تو دولت. الان مگر بس مجلس و دولته؟ این که یک من دکتر آقای دکتر شریفی درست می‌فهمیدن، این که بودجه سال 1401 رو در دولت جناب آقای رئیسی همون افرادی تنظیم کردن که بودجه فاجعه بار سال 1400 که من پارسال بارها اشاره کردم که این بودجه به شدت تورم‌زاست و دیدیم تورم ما از کوریدور 40 ساله خودش خارج شد به 45% رسید. این حاصل رأی مجلسه، این حاصل تدبیر دولت تدبیر روحانی ده. همون افراد نه ببینید این کار شما اول من گفته بودید که آقای شریعتی مخالف 4200 هستن، مخالف هستن، بنده موافق هستم قرار در مورد 4200 مناظره کنم. الان که دیدیم که آقای دکتر شریعتی هم با بنده این مقدار فصول هستن و در صدد این افرادی که بودجه به امسال تنظیم کردن در سازمان برنامه بودجه که همون پارسالیان، همون کلاسالیان، همون پارسالیش هم همین افراد تنظیم کردن. خب ما که میبینیم این بودجه کار نمیکنه، دولت هم که دست خودتونه، مجلس هم که دست خودتونه، نهادهای حاکمیتی هم که دست خودتونه. خب دیگه چی که شما الان جناب آقای دکتر شریفی میفرمایند که این بودجه مخربی که داره تصویب میشه، این بودجه که از در واقع تلفیق بیرون اومده، هزار و یک مشکل داره. هر جا ما مشکل داشتیم در 50 سال گذشته در این بودجه تشکیل شده. مهمترینش این که ما گفتیم آقا ارز نفتی رو وارد بودجه نکنید، تفکیک بودجه ارزی از ریالی داشته باشید. میدونید مجلس چیکار کرده؟ اول بنده بارها بنده در سیما با نمایندگان محترم مجلس دیدار داشتیم، گفتن آقا این مسئله که تو میگی لااقل این انتقاد دیگه وارد نیست، ما برای بودجه سال 1401 مجلس انقلابی بودجه ارزی رو از بودجه ریالی تفکیک کردیم. اومدیم جلو میبینیم که میگن که آره ما قرار است یک پیوست بگذاریم، شرح منابع و مصارف بودجه رو به دلار بنویسیم. یعنی این تفکیک بودجه ارزی از ریالی، یعنی برگه بذاریم آخر بودجه پیوست ببینیم اینقدر دلار داشتیم، مثلا اینقدر دلار نفتی داشتیم، اینقدر دلار خرج کردیم. آیا واقعا اینه؟
آیا اینقدر مبتذل صحبتی که ما داریم میکنیم؟ بعد میگن خب ما اینو که خواستیم بگذاریم در پیوسته بودجه، شورای نگهبان فردا اینو رد کرده. خدا پدر شورای نگهبان رو بیامرزه که رد کرده. چرا باید در قانون مملکت ارز خارجی بیاد مطرح بشه؟ آیا بحث بنده این بوده یا نه بحث بنده این بوده این دلار نفتی رو شما نمیتوانید وارد بودجه کشور بکنید؟ الان با این افتضاحی که ما داشتیم، ببینید جناب دکتر شریعتی، من از انتظار دارم به عنوان فردی که به عنوان یک فرد درستکار و راستگو میشناختم، الان از شما انتظار میره جناب آقای شریعتی. ببینید شما چه کار کردید؟ شما همه اوراق کاهش دادن. خیلی عالی، دست شما درد نکنه. همون موارد پردازید. سوالات رو مطرح میکنم. سوالات دیگه بس بپرسن. آقا خیلی کوتاه پرسن. نه، آقای شریعتی که از اتاقی هم داشتن، صحبت کردن. من در نمانزه صحبت نکردم. نه خب سوال بعدی از شما. من باید این مسئله رو پاسخ بدم، چون بنده این همه زحمت کشیدم برای کشور به عنوان برای اوراق، بالاترین توهین ها، بالاترین اهانت ها، بالاترین تهمت هایی که در تاریخ بشر پیش رفتن به بنده زدن سر اوراق. هم اقتصاددانان زدن، هم نمایندگان مجلس زدن، از هر جا ما رفتیم در اون اوراق صحبت کرد، فعالا بازار. شما الان اوراق رو محدود کردید جناب دکتر شریعتی، بنده قبول دارم. اومدید ظرفیت فروش نفت افزایش دادید. عرض کردم خدمتتون اصلا این مفهومی نداره در بودجه ریالی. شما کاری که دارید انجام میدید یعنی استفاده از پای پولی رو افزایش دادید. یعنی تورم رو در جامعه تشدید کردید. تشدید تورم در جامعه یعنی دست بردید در جیب مردم. تسلیم نماینده مجلس که دست بتونید در جیب مردم فروش درگه. و این بعداً یه فرد باید پاسخگو باشه، نه اماکنه در این دنیا پاسخگو نباشن، در دنیای دیگر که بالاخره هست که آخرتی که هست که ما باید پاسخگوی اعمالمون باشیم. کدوم کشور میاد این کار رو بکنه؟ که ما هزینه رو بردیم بالا، حالا هزینه رو اینقدر بردن بالا که 50,000 تومان باز کم دارم، 30,000 تومان کم دارم، من دلیلش رو نمیدونم، ولی بازم بعد از این طرف درآمد دولت رو چجوری بردن بالا؟ گفتن بیشتر نفت میفروشیم، قیمت نرخ تسهیل ارزم که بردیم 23,500 گذاشتیم، در حال اینا در هم دیگه ضرب میشه، قیمت نفت رو هم افزایش دادیم، این خدا را شکر الحمدلله مشکل نشده. کجا مشکل نشده؟ این ضرب هایی که شما در هم دیگه انجام میدید یعنی مقدار بیشتری پای پولی ایجاد کردید. چرا متخصص دعوت نمی کنید؟ من از خدمت رو به شریعتی سوال مطرح کنم، آیا یک متخصص واقعا با تجربه اقتصادی در کمیسیون تلفیق بوده که بیاد روی مسائل بحث کنه؟ آیا یک نفر از این افرادی که در اونجا حضور داشتن تخصص بودجه‌ریزی داشتن، تخصص سیاست گذاری پولی داشتن، تخصص سیاست گذاری مالی داشتن، تخصص عملیات بازار باز داشتن؟ اگر داشتن بفرمایید، من بعید میدونم. اگر داشتن اون فرد باید مسئولیت بودجه رو به عهده میگرفت. اگر بنده رو دعوت کرده بودن میومدن که بشن من مسئولیت من ساعت‌بندی مسئولیت بودجه سال 1401 رو متحول میشوم. الان ببینید جناب شریعتی خودش مسئولیت بودجه رو قبول نمیکنه، یه عهده دولته. دولت قبول نمی‌کنه دیگه سازمان برنامه بودجه نوشته شده. سازمان برنامه بودجه قبول نمی‌کنه دیگه مجلس توش دست برده. هیچ کس مثل سالیان سال از دیگه قضیه ادامه داره. هیچ کس مسئولیت بودجه‌های سنواتی کشور متأسفانه قبول نمی‌کنه. من در خدمت هستم. یه سوال دیگه ای که حالا جزء اصلاحات مهمی که داخل بودجه اتفاق افتاده بحث مالیات بر حقوق هست که مثل اینکه خروجی کمیسیون تلفیق اینطوری شده که پدکاری معکوس گذاشتن و کسایی که دهک‌های پایین‌تر جامعه هستن و درآمد کمتری دارن درصد بیشتری باید مالیات بپردازن و خب اگه این افزایش حقوق‌ها و مالیات رو در کنار هم قرار بدیم، من این محاسباتی انجام دادم، حالا نمیدونم شاید اشتباه باشه ولی امیدوارم اشتباه باشه محاسبات من، ولی محاسبات من میگه که افزایش درآمد خالصی که حالا با کم کردن مالیات برای دهک‌های پایین‌تر اتفاق میفته و در حقیقت پایین کمتر از درآمد بالا هست و این خب برخلاف عدالته. اصلا یه پرسان از در تحلیل شما در این بودش یعنی مالیات در واقع پایه های پایین تر بالا بردن؟ مالیات پایین تر درصد بیشتری از در حقیقت پایین تر درصد بیشتری مالیات داره بگیرن. ببینید من اینجا اطلاع ندارم ولی خدمت شما این مطلب رو عرض کنم، در مرکز پژوهش‌های مجلس ما امیدی که داشتیم به این دوستانی که الان در مجلس هستن این بود، یک سری اصولی رو مطرح کردن که اصول خیلی خوبی بود، یک موردش کلا یک سری اصولی در مورد مالیات ها مطرح میکردن. دقت میفرمایید اگر شما واقعا میخواید یک نظام مالیاتی عادلانه داشته باشید به باور بنده باید یک چیزی حدود 80% معاف باشد. دقت کنید به خصوص حقوق گیران، به خصوص اصناف جزء. چرا؟
هزینه اخذ مالیات اصلا از اون مالیاتی که اینا پرداخت میکنن در بسیار موارد کمتره. فسادش به مراتب بیشتره. اذیتش به مراتب بیشتره. دقت فرمایید. نباید به نظر بنده نباید بیش از 2% جامعه مالیات پرداخت کنه. نکته اول. و البته بخش عمده مالیات رو شاید مثلا 70% 80% مالیات رو صدق اول درآمدی جامعه که بیشتر از هر کشوری در دنیا ما با این صدق احترام می‌ذاریم، منابع رو در اختیارتون قرار می‌دیم، عرض 420 بهشون تقدیم می‌کنیم، تسهیل می‌کنیم، خروج سرمایه، فرار سرمایه، اینها در کشورهای دیگه فقط این کاره است که این افراد مالیات بیشتری می‌پردازند. یک نکته دیگه ببینید، بعضی از مسائل در دنیای مالیاتی است که در تخیل و توهم و اوهام واقعا کارگوشا است، ولی در عمل می‌بینیم کارگوشا نیست. این هست که یک روند مالیاتی در دنیا طی شده. به یک فهم درست مالیاتی ما الان علم اقتصاد رسیده. مثلا یکیش اینه که تبعیض مالیاتی قائل نشید. اگر قرار درصدی رو اعمال کنید، واقعا همون درصد رو اعمال کنید. دقیق می‌فرمایید؟ یعنی اگر قرار هست افرادی که مثلا روی سود شرکت شما پس مالیات بدید، به همه 10% مالیات اعمال کنید. شما تعجب کنید چرا؟ برای اینکه اون افرادی که بالاترین مالیات رو قرار پرداخت کنند، یعنی اونهایی که منتفع میشوند، معمولا از لوپ هول یعنی سوراخ، از سوراخ‌های قانونی استفاده میکنند، از حفره‌های قانونی استفاده میکنند. در تمام کشورهای دنیا هم میکنند. معافیت مالیاتی رو به اسم مستضعفین تصویب میکنند، ولی در نهایت اون شیخ قدر قدرت ببین همه امکانات همه چیزا اون حاجی حالا اسم کلیش بذارید اون آقا بهره‌مند میشه. در خارج از کشور اینا همین طرف شما چرا بودید؟ شما آمریکا شد مشغول شد هیچ وقت صورت مالیاتی خاص مالیات چی پاش نکرد، از معافیت مالیاتی استفاده میکرد. باز یک چیز ارزشمندی که من اون زمان در مرکز پژوهش من رسیدم تاکید روی این بود که معافیت مالیاتی هست بشه. این خیلی ارزشمند بود. نمیدونم چقدر بود سال 1401 این مسائل کار شده باشه. این نکته دیگری که باز تاکید میکردن که هر نکته قریب به اتفاق افتاد درست بود. یکی دو مورد بود بنده انتقاداتی داشتم رو اونها. نکته دیگر این بود که ما از شرکت لازم نیست مالیات بگیریم، ما از تولید لازم نیست مالیات بگیریم، ما از افراد مالیات بگیریم. وقتی درآمد به حساب شخصی افراد منتقل میشه و حتی بهتر از اون این هست که شما بگید از مصرف مالیات بگیرید. دقیق میفهمید مصرف کالایی که نگتیو اکسترنالیتیز داره. دقیق میفهمید اصل اقتصاد ما خیلی مفهوم ساده‌ای در نهایت بعد از این همه تحقیق و تتبعی که در اقتصاد صورت گرفته، یکی از اصولی که من خدمت شما عرض کردم اینه که هر کالایی که نگاتیو اکسترنالیتیز داشت، یعنی آثار خارجی منفی بر بقیه میذاره، بقیه رو مورد هجمه قرار میده. مثل سیگار، مثل بنزین، مثل انرژی. هر کس پولدارتر بیشتر انرژی مصرف میکنه، ولی آلودگیش به همه میرسه. اینکه جاب از دست میدن، کار اشتغال کاهش پیدا میکنه. شما وقتی انرژی داشته باشید یه ماشین رو جای انسان میذارید، یک انسانی کارش از دست داده، همه جامعه متضرر میشن که افرادی که برخوردار هستن برخوردارتر بشن. اگر اصول مالیاتی در کشور ما درست باشه، روی کالاهایی که نگاتیو اکسترنالیتیز دارن می مالیات میگیریم، روی کالاهایی که پازیتیو اکسترنالیتیز دارن برونداد مثبت یا آثار خارجی مثبت دارن، مثل آموزش ما میگیم در واقع سوبسید میگیم، نه اینکه ما مثلا روی بنزین میام سوبسید مثلا 20 هزار تومانی بدیم، بعد اینکه در جامعه ادالت داریم کار کنیم. این منتقد عدالتی نخواهد بود. سپاس گزارم. خیلی ممنون. آقای دکتر شریعتی، درباره قضیه مالیات ها آیا درسته که درک بکنید جامعه باید درصد بیشتری مالیات بدن و حالا اگه محاسبات افزایش حقوق و مالیات در کنار هم قرار بدیم، مثل اینکه افزایش حقوق درک پایین‌تر نسبت به درک به بالاتر کمتر میشه. بعد اینو توضیح بدیم ممنون میشم. بله. من البته خب دو نوبت آقای دکتر صحبت کردم. بله آقای دکتر حدود 13 اون دقیقه صحبت کردم که از جمله آخر بخش قبلی رو تکرار کنم. انتظار بحث امروز من یه بحث کارشناسی بود. نه اینکه آقای دکتر از کسی ناراحتن، دیروز با کسی مناظره داشتن، الان میخوان بنده رو مثلا مخاطب قرار بدن. مجلس یک کله آقای دکتر، من سخنگوی مجلس نیستم، من نظرات خودم رو داشتم، بعضی از نظرات خودم رأی نیاورد. من راجع به نظرات خودم میتونم با شما صحبت کنم و مخاطب صحبت شما باشم، اما که راجع به کسی دیگه شما من در خطاب قرار میدید به نظر من دور از انصافه. نکته اول اینه. نکته
نکته دوم این که بسیاری از اینها هنوز مصوبه نیست، یعنی اصلا هیچ خودش مصوبه نیست. اولا تا کل مجلس رأی نده یک موضوعی شما نمی‌تونید بگید مصوبه. کمیسیون تفکیک اختیاری از جانب نماینده ها نداره برای اینکه چیزو قانون کنه. اما قانون نشه. در این مرحله ما شما صحبت کنیم شاید نتیجه بده. من عرض می‌کنم ولی اینکه شما بندر خطاب قرار میدید نسبت به مثلا نظر یک کسی دیگه، من که پاسخگوی دیگرم هستم. صحبت شما در مورد مسائل دیگه فرمودم که اصلا من حالا چون یه موضوع خودم دنبال کردم از شما سوال بکنم. حتما نامه‌ای که من دو سه ماه پیش با آقای رئیسی نوشتم راجع به بحث دومینوی افزایش حقوق‌ها و فوق‌العاده ویژه‌ها و اینا رو دیدید؟ دیدید؟ به نظر من خوب بود که میدیدید بعد اینجا خطاب قرار میدادید. بنده از مخالفین سرسخت افزایش های بی‌رویه و خارج از قاعده در پرداختی ها و اقشار مختلف فرق نمی کرد. چه حوزه نفت، چه حوزه معلمان، چه حوزه بازنشستگان و این کاری که دولت گذشته این کار رو کرد و این گذاری کرد کشور رو. من وقتی کار انجام داد. سر این مجله گاتوبندی معلمان خیلی هزینه دادیم. گرچه قبول داریم که یک اقشاری از جامعه بهشون سخت میگذره و گرفتاری هست، فاصله های درستی نیست، اما این مدلی که هر قشی بر خودش فقط کل کشور رو در خودش خلاصه ببینه و دنبال بکنه، حتی اون نامه بنده رو بخونید راجبون، اگر نقلی دارید بنویسید برنامه بکنید. به نظرم روی فکت های دقیق و واقعی صحبت بکنیم تا اینکه حالا شما از یک موضوعاتی ناراحتی دارید. بنده مسئولیتی که دارم چه در قبال مردم چه در قبال خدا انشاءالله که درست عمل بکنم اینه که تمام تلاش خودم بکنم که درست بفهمم و آنچه درست میفهمم رو سعی بکنم که دیگران رو هم قانع بکنم و رأی خودم درست باشه و افراد دیگر رو قانع بکنم. اما خروجی مجلس به معنای این که بنده مسئولش هم نیستم، من یک نماینده هم و یک رأی دارم در 290 نفر. این نکته دوم و اتفاقا میخوام یه سوال از شما بپرسم. در اون ماجرا خب سال گذشته یه بحثی تصویب شد توی تلفیق و بعد مجلس صحنه مجلس راجع به همسانسازی حقوق اعضای هیئت علمی و شما هیئت علمی هستید. من نه من اجازه ندادم. من چهار دانشگاه بنده 10 سال عضو هیئت علمی دانشگاه اسرائیل اولمپیک بودم. بنده از وقتی ایران اومدم نه میگم در دسته هیئت علمی یعنی شما جایگاهتون تو کشور بلنده شد. ارزان متوجه نمیشم. متوجه شدم. میگم من مثلا فرض کنید هیئت علمی ام، یه کسی معلم خواستگاهش، حتی از نماینده ها ما داریم، بعضی خواستگاهشون قاضی بوده اومده مجلس. یه کسی هیئت علمی بوده اومده مجلس. یه کسی مثلا خیلی درسته داری میفهمی. متوجه. ارزان اینه که اون جاهایی که اتفاقا از امثال شما که دنبال میکنید این موضوعات رو و صدای بلند تلاش میکنید داشته باشید، خوبه که تو اینجور مواقع صداتون بلند بشه، صدا اعتراضتون بلند بشه، بگید گرچه من هیئت علمی هستم، خودم خواستگاه جایگاهیم هیئت علمی هست و قاعدتا کسی بخواد ما رو دستبندی بکنه ما هیئت علمی و مخالفت بکنیم با اینکه ما میایم یه دومینو درست میکنیم، بگیم سال فلان پزشکا رو اینقدر زیاد کردیم به خاطر طرح تحول نظام سلامتی که خیلی کار بی‌ربطی بود در دولت‌های روحانی انجام شد و فاصله طبقاتی رو زیاد کرد، شکست کردیم در تحول سلامت و فقط اینجوری شد که افرادی حقوقهای خیلی بالا در رتبه خیلی بالا داشته باشن فاصلهشون زیاد شه، بعد هیئت علمی های وزارت علوم بیان خودشون رو مقابله بکنن با هیئت علمی بالینی غیر بالینی وزارت بهداشت، بعد معلم خودشون رو با وزارت علوم بیان مقایسه کنن، بعد نمیدونم کارکنان زندان ها و معلم ها، همینجوری دومینو درست کنیم و کشور رو ببریم به سمت نابودی. اینجا به نظرم خوبه که اینجا صدای ما بلند بشه که خب ما صدامون بلند بود و هزینهش هم دادیم. من دیگه نامه رسمی نوشتم اونو ببینم. اینم به نظرم مهمه. نکته بعدی که این تعابیر مثلا مجلس خودتون، دولت هم از خودتون، نهاده حاکمه، اینا یک خود ادبیاتی سیاسیه. من اینجا جلسه هم سیاسی نیست. من از خیلی آدم سیاسی هستم، میدونید. اگر من توی جلسه سیاسی باشم همچین بحث سیاسی میکنم که بس به ایجاهای باریکی بره.
ولی چون جلسه ما جلسه کارشناسی راجع بودجه داریم صحبت میکنیم، من انتظار این ادبیات رو ندارم، چون واقعا مجلس خودتون و دولت خودتون نیست. من نقشی در دولت فعلی ندارم، نمیتونم داشته باشم، مثلا حوزه نماینده یا حوزه اجرایی جدا. و من تا الان خودم اجازه ندادم به یکی از وزرا، به یکی از معاون رئیس جمهور بگم این کارو بکن در حوزه اجرا، در حوزه سیاست گذاری و واسطشی حتما این کارو میکنم. کما که همین اخیر راجع به بودجه شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت یه تاریخانه ای داده من چیزه بحثی داشتیم، موقع بحث مفصلی اینا خود نمیده خود شما دیدی بیا نه این تا به حال اصلا کسی سراغش نمیرن. 90,000 میلیارد تومان فروش اتان و افیجی مملکت هیچ جا نبوده، در اختیار فروش جیب شرکت گاز بوده. دارم ما رفتیم سراغش به در آوردیم، اتاسو در آوردیم و اینا رو آوردیم پای میز که این چیکار رو باید بکنیم، باید بیاد تک تک میشه. آیا اینجا ها یه مقدار ما بحث کنم در این بحث مهم راجع به حقوق و دستمزد و نظام مالیات نفتی فرمودید، یکی از جاهایی که لایحه دولت قابل دفاع بود، من متقاعد شدم از کلیات لایحه دفاع بکنم، اتفاقا همین تفسیر 12 بود و بحث حقوق و دستمزد و مالیات و اینها که کاملا با نگاه افزایش و ارتقای سطح عدالت، چون حالا بگیم یه چیزی کاملا عادلانه است اون یه بحث دیگه یه شاید هنوز موقعش نرسیدیم و کار زیاد داریم تا برسیم. اما لایحه دولت تفسیر 12 که حقوق دستمزد لایحه بخش خوب یه بخشش این بود که افزایش حقوق ها کاهشی پلکانی بود، به معنی که هر چه دریافتی ها بالاتر بود افزایش سال بعدش کمتر پیش بینی شده بود، یه عدد ثابت به همه اضافه می شد و 3% هم به کل میانگین 10% بود، ولی این عدده مثلا تو حقوقای پایین یه دفعه تا 26% 27% می رفت بالا، تو حقوقای بالا مثلا هم 4-5% می رفت. بنابراین این افزایشی در واقع کاهشی پلکانی بود، هرچی رفتیم بالا درصد نهایی خارج پلوسش کاهش بیدیم. تو مالیات هم یه اشکالی داشت که تا یه بخشی رو مثلا در نظر گرفته بود، تا یه سقفی رو مثلا روی پله 20% مالیات در نظر گرفته بود. اینو مجلس دو تا تغییر تو تلفیق انجام شده، یکیش خوب بود یکیش بد بود. توی این افزایش حقوق و ضریب حقوق اون کاهش پلکانی رو مجلس عوض کرد، تو تلفیق شد 10%، گرچه اینجا بازی تدبیر خوبی شد که پله‌های پایین رو یه افزایشی دادن براش، مثلا کف حقوق دریافتی مثلا 4.5 بود این شد 5600، کف معافیت مالیاتی هم از مثلا 60 میلیون تومان در سال رسید به 67,200 معافیت مالیاتی، یعنی این باز کمک به درآمدهای پایین که معافیتشون بیشتر بشه. تو مالیات‌های حقوق بگیران هم کار بهتری انجام شده در آینده که یک پله جدید هم اضافه شد برای حقوقای بالای 35 میلیون در ماه، نسبت به مازاد بالاتر از 35 یک پله جدید 30% هم اضافه شد. یعنی فرمایش شما درست نیست، یعنی تو حوزه مالیاتی اتفاقا هرچی حقوق رفته بالا پله مالیاتیش بالاتر شده، نسبت به مازادش بیشتر شده. اما این که حالا تو اون 10% کامل مثلا تو ممکنه توی حقوقای خیلی بالا مثلا عدده مثلا یه مقدار نمودار برمیگرده، ولی جزء شاید شد زیر 1% باشه، من برآوردی ندارم، ولی روند روند کاهشی، روند افزایش حقوق تو حقوق بگیرهای دولت کاهشی هم خروجی کمیسیون تعرفه بالا دادن اتفاق افتاد. روند افزایش حقوق من هم مالیات دیگه نه با مالیات، یعنی مالیات با مالیات چون مالیات ها داره افزایش پیدا میکنه، یعنی شما پایه هر چه حقوق بیشتر میشه مالیات بیشتر میشه، نسبت به مازادش بیشتر الان پلار میگن گزارش کورس تلفیق جلوی اون هست، یعنی نسبت به مازاد مثلا 67 میلیون تومان در سال 10% زیرش که معاف بوده، نسبت به مازاد مثلا 180 مثلا تا چقدر اون پله بعدی 15%، از مثلا 300 میلیون تا 420 میلیون در سال 20%، مازاد بر 420 میلیون در سال هم 30%، یعنی پله های مالیاتی افزایشی. این هم به نظرم نکته مهمی بود که اینجا اتفاق افتاده. 3-4 کار خوب توی لایحه دولت بود تو بحث نظم پرسنلی و نظم حقوق دستمزد. یکی بحث پرداخت به نحو نهایی که معلوم باشه که یک فردی که به هر نحوی از انها داره از بودجه عمومی کشور استفاده میکنه و دریافتی داره همش تجمیع بشه توی یک
شناسه واحد یکتا برای اون فرد و من بوده که چقدر دریافتی داره، حالا یه جا هیئت مدیره هست، یه جا حقوق بگیره، یه جا ما همین الان من هم مسئول دقیقا فرصت از اوقای نجوم مجلس هم هستم، نمیخوام وارد جزئیات گزارش بشم که مجاز به انتشارش الان نیستم، ولی داریم افراد زیادی که مثلا از دو دستگاه دارن حقوق میگیرن و تمام وقت هم هر دو رو هر دو تمام وقت اینا باید برچیده بشه با این شناسه یکتا و زینف نهایی اتفاق میفته و قانون برنامه مجلس سنا هم که باید انتشار پیدا بکنه و مجموعه حقوق مستمر و غیر مستمر و امثال اون، این هم دامنه شمولش بیشتر شده در بودجه امسال، خیلی از دستگاهی که قبلا شامل داشتن بودن شامل شدن و عملا یک نظم و یک انضباط و شفافیتی توی پرداختی های دولت توی مجموعه حقوق کارکنان و شرکت ها اضافه شده امسال، شرکت های دولتی مثل حالا بانک ها و مؤسسات مجموعه شون، اینها به نظرم اتفاق مهمیه که میتونه یک تصویر خوبی رو توی زمینه به ما بده. حالا توی این بخش من اکتفا میکنم، وقتا ما بیشتر بذارم برای بحث بعدی. شما یه وقتا رو دیگه کردم صحبت کنیم. آقا دکتر، خب شما یکی از کسانی هستیم که در بحث بودجه ارزی و ریالی و در بحث نفت ایران خیلی صاحب نظر هستیم. در آمد نفتی که دولت پیش می کرده بود هر بشکه نفت رو تقریبا 60 دلار در نظر گرفته بود و پیشبینی 1.2 میلیون بشکه در روز رو داشت. اون چیزی که حالا خبرهایی از کمیسیون تصدیق میاد و که از اینه که هر بشکه رو به 70 دلار رسوندن با توجه به این افزایش قیمت نفتی که حالا اخیرا در این جلسات کمیسیون تصدیق اتفاق افتاده و مقدار فروش رو هم به 1,400,000 بشکه در روز رسوندن. مثلا پرسم که به نظر شما حالا یه سری ها تحلیل میکنن که با توجه به این افزایش قیمت نفت با توجه به محدودیت هایی که اومیکرون به وجود آورده و تنش بین روسیه و اوکراین و خب بعد از یه مدت متعادل تر میشه و به قیمت پایین تری رسوندن. به نظر شما یا این بیش برآوردی هست یا نه واقعا برآورد درستی که مجلس انجام داده و قیمت نفت رو افزایش داده و مقدار فروش نفت رو هم 200,000 تا بالا برده؟ بله بسیار سوال خوب مطرح کردی ولی اصلا وارد نیست. هیچ فرقی نمی‌کنه در واقع نفت ما دو برابر بشه نصف بشه ببینید ما یک مشکلات اساسی و خیلی جدی داریم. من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر شریعتی بخاطر زحماتی که در مجلس کشیدن و بخاطر من خدمتشون میگم که من مسئول نبودم که از بسیاری از زحمات که شما کشید مطلع بشم، بچه که پیگیری میکنم، یعنی ابتدا باید در روابط عمومی هم بالاخره این مسئله زحمات که کشیدی باید مطرح بشه. اون مسئله کاملا درست فهمیدن اونجایی که در مورد در واقع افزایش حقوقها این ها حرکت پوپیلیستی است که در نهایت در واقع وضعیت کشور رو میتونه خیلی بدتر کنه. مثل همون مسئله در واقع بحث سلامت که در دولت گذشته بود، واقعا شما چه خیلی در این سیاست ها دیگه بجز اینکه افراد خاصی منافع خیلی کثیر بهشون رسید و من دو جوابش خدمت شما میگم بسیار از اون افرادی که منافع رو دریافت کردن همه در ایران نیستن، اصلا کلا هم نیستن. یعنی شما وقتی که تجمیع ثروت از طریق سیاست های دولت میرسیم به تجمیع ثروت در حال پنجمی افراد از کشور خارج میشن، اینا هم که تحصیل میکنی چهار پیس که تحصیل میکنی افراد از کشور خارج میشن خارجش میکنن، حالا چون میتونم اون طرف خودشون برای دریافت چهار پیسی هم تو سر هستن به قدی فرمون شما هستی پزشکی داره زندگیشو میکنه یه دفعه یک از انتعادایی به وجود میگنی باید همین مثلا من نمیتونم کنم سود تو شریعتی چون بنده رو منفق کردن از هیئت علمی در ایران و ظلم واضح و فاحش برای من نسبت بنده انجام دادن، بنده نمیتونم سیادت علمی انتقاد کنم که چرا حقوقتون افزایش پیدا کردیم پایین هست، البته حقوق هیئت علمی خیلی پایین بود، ولی اینکه من دیگه در موقعیت قرار میگیرم که افراد تصور میکنن که تعارض منافع وجود داره. ببینید یعنی یک فعال اجتماعی دستش دهانش بسته میشه، دستش بسته میشه که بخواد فعالیت بیشتر بکنه، ولی نکته که فرمودن کاملا درسته. منتها جلسه امروز شما من فرمودید که یکی از نمایندگان موافق 420 الان قرار بیاد اینجا و من هم البته تعجب کردم، شما فرمودید وظیفه بالاخره میهنی ما هست که سعی کنیم که این قضیه حل بشه. حالا چرا 420 مهمه؟
ببینید ما برای اینکه مهمترین شد پروژه ریلی کشور رو به نتیجه برسونیم. جالبه که این مهمترین پروژه ریلی کشور هیچ وقت حالا در این دولت نمیدونم در دولت گذشته مطمئنا جز اولویت‌های ریلی کشور نبوده. پروژه چهارراه سرخس 1350 کیلومتر. ما برای اینکه این رو کامل اکتساب کنیم 1 میلیارد دلار احتیاج داریم. ببینید نمایندگان محترم باید بار مسئولیت رو ببینن. یعنی به اندازه 9 تا پروژه 1350 کیلومتری چهارراه سرخس ما فقط داریم عرض یارانه 4200 میدیم که این هم میدانیم به اذعان خود جناب دکتر شریعتی میدانیم که این در اختیار رانتخاران قرار بگیره، نه در اختیار چند میلیون خانواده رانتخار مثل مثلا سوسید بنزینی که بگیم، در اختیار چند هزار خانواده قرار بگیره. چند هزار بازرگان هستن، وارد کننده هستن، اینها با دولت رابطه خیلی نزدیک دارن، این عرض 4200 رو دریافت میکنن. یکی از بازرگانان محترم خصوصی به من یه چیزی گفتن که خدمت آقای دکتر شریعتی الان عرض شما خدمت ملت شریف ایران که الان حضور دارن در اصل باتری موبایل هم تمام میشه و الان این لایو قطع میشه. ببینید به من با من تماس گرفتن گفتن یکی از دوستان شخصی خودم فقط یک مورد 4200 دریافت کرد تبدیل شد به ابر میلیاردهای ایران. گفتم چطور اتفاق افتاد؟ گفت که ایشون اومد گفت که من میخوام کالای اساسی وارد کنم، رفت گشایش اعتبار کرد، رفت اون طرف در چین صحبت کرد، همه چی آماده. مرحله آخر به شرکت چینی گفت من حق حساب تو رو میدم، قرارداد رو لغو کن. شرکت چینی قرارداد رو لغو کرد، یک نامه داد اومد اینجا. اومد اینجا در وزارت صنعت با کرکتی گفتن آقا بفرمایید به دلیل تحریفایی که شما به وجود آوردید قرارداد لغو شد. اینا یه مقداری بالاخره چونه زدن باید آقا چیکار کنیم. در نهایت این آقا گفتن من پول شما پس میدم. عرض 4200 گرفته، پولا رو برده، ریال 4200 درگرد. همون ارز رو اینقدر انسان شریفی بوده اون ارز رو برگردون به کشور در بازار آزاد سیکمان رو 4200 گرفت، قرارداد کنسل کرد، 30000 بود. اینها رو من سیاست گذار به وجود آوردم، من قانون گذار به وجود آوردم. اینها فجایع ملیه. حالا من بیام در مورد 1% بالا پایین در مالیات صحبت کنم، وقتی یک چنین وضعیتی اتفاق میفته در مورد بودجه نقدی که شما فرمودید من درس کردم، اینها فقط اعداده. شما اینا این اعداد در همیشه ضرب میکنید مقداری که بانک مرکزی توسط مجلس توسط قانون موظف میشود پای پول ایجاد کنند رو در واقع دارید در قانون میذارید. همین این که اصلا چه نفت فروختی میشه رفتی نداره، یک محفل قانونی هست برای اینکه مقدار استفاده از پای پولی رو افزایش بده. دقیق میفهمید این که اصلا ما به اون درآمد میرسیم یا نمیرسیم بحث مجزاییست. اون میشه اینجا میرسیم که آیا مثلا آیا ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا میکنه یا نمیکنه. خب بکنه نکنه اصلا چه رفتی داره به این قضیه که ما داره پایپولی ایجاد میکنه تورم وجود میاره. 51 ساله جناب دکتر شریعتی خدا شاهده والله میشد در عرض 2-3 هفته این مسئله رو برای همیشه حل کرد، میشد بودجه ریزی درستی داشت. ولی خب چرا نمیکنیم؟ چرا اجازه نمیدیم که بالاخره این مشکل این اشکال بزرگ حل بشه، مشکل تورم در ایران حل بشه و بعد بریم که انشالله بریم سراغ بقیه مسائل. ما در واقع داریم این بزک میکنیم در واقع بودجه رو، ولی اون مسائل اصلی رو متأسفانه بهش نمیپردازیم. بعد از خدمت هست آقای دکتر، شما اگه سر این مسئله درآمدهای نفتی ایران که حالا تغییراتی که کمیسیون تحلیلش وجود آورده و همچنین حرفایی که آرزو سربندی زدن خطی رو داریم این در خدمت شما هستیم. حالا فکر کنم دیگه بعد اگه اسم که وقت جلسه رو اسمانه اگه کوتاه بفرمایید که بعدش جمعندی خیلی خلاصه هر دازی داشته باشیم که جلسه اتون بشه. من تو بخش اول که عرض کردم من جزء منتقدین استفاده از منابع نفتی در بودجه هستم و سال به سال میگم باید این کاهش پیدا بکنه. جناب دکتر من جزء بخشی دست از صحبت شما ولی مطلب خدمت عرض کنم این وضعیت صندوق توسعه ملی رو بدتر میکنه. هر وقت فرصت داشتی چون چند نفر از نمایندگان فرمودن که بنده نیستم، من در خدمت شما هستم. هر وقت فرصت داشتی توضیح میدم این سر وقت میخواد و اینکه الان در بستر یک که بحث همه نفت و صندوق توسعه ملی ماست منابع افزایش پیدا کرده، سخت منابع ارزش صادرات نفت و عیانات گازی و خالص صادرات گاز 381 بوده الان شده 484. این در واقع
افزایش روشن به اتفاق افتاده. در جلسه تلفیر هم که این موضوع بحث شد من به صراحت عرض کردم که اینکه ما تو محاسبات دقیقاً هم که گفتم ما سه تا عدد در هم ضرب میکنیم، میزان فروش، قیمت هر مشکل و نرخ تسعیر هست. اینا محاسباتیه، فقط عدد رو اینجا میذاریم. این عدد اینجا میاد، این پیش برآوردی زیادی داره، افزایش وابستگی بودجه به نفت فایده پولی رو افزایش میده، تورم ایجاد میکنه و گرچه این از اوراق بهتر اگر محقق بشه ولی این هم اشکالات جدی داره. ما باید بریم به سمتی که روی کردمون به بودجه عوض بکنیم. جلسه دولت هم دنبالش هست، حالا شما فرصت نشد بجه بحث مالی صحبت بکنیم. این که حالا 60 رو میکنیم 70 واقعیت اینه که کار منطقی نیست. حتما تو سهم من دنبال کنم که تو سهم این موارد قابل تعقیبه. بله، چون این عدد رو دوست کنیم دیگه، اونجا بحث میشه راجع به محاسبات. خب نه آخه برای این عدد هزینه تراشیده شده، اون هزینه ها هم هست میشه. بله قاعدتا باید کم بشه دیگه، کار سختی دیگه چون هزینهاش دیده شده، کار سختی دیگه، ولی چیزی نیست که نشه راجعش وارد شد. امکان ورود داره، هم میزان افزایش صادرات که 1200 به 1400 نظر من غیر منطقی است، هم افزایش 60 دلار و 70 دلار غیر منطقی است. نرخ ارز رو حالا میگم باز اونم محاسباتی دارم میذارم 23 حالا براش پیشبینی کردم دیگه که کم تر بیشتر شد چیکار بکنم، اون خیلی محسوبه نیست. ولی تو این دو تا موضوع بخصوص راجع به میزان فروش نفت و میزان قیمت هر گوشتی که در نظر گرفتم نظر من اینها بیش برآوردیه و علامت های خوبی هم نیست، هم به داخل هم به بیرون. دو تا شلوات خوبی و این باید کاهش داد. گرچه اینجا تو این موضوع به نظر یه بخش زیادیش مقصر دولته، به جهت اینکه قبل از اینکه بره این 20 درصد صندوق رو مجوز بگیره، چون باید مجوز میگرفتن از رهبری که 40 ندن 20 درصد بدن، 20 تو دایره برده برای اساس برنامه‌ریزی کرده و وقتی هم که ترکیب میخواد ساجوی تصمیم بگیره که بالاخره این 20 درصد اگر میخواید 20 درصد بذارید باید مجوز بیارید. دو سال گذشته ما از دولت های ایرانی خواستیم مجوزت بود، قانونا مجوزی نداریم. دولت آقای ایرانی رفت مجوز آورد، این دولت نیومد ولی مستقیم هست کرد 20 درصد برگردون میشه بدن حتی تا 30000 میلیون تومان تفاوت ایجاد شد و دولت هم هیچ نامه ای نداد که خب اینو چجوری جبران کنیم. مثلا تا هزینه تو منابع کم شد تو هزینه باید جبران کنیم دیگه، هیچ نامه ای نداد. اینه که تغییر مهمیه، عملا این تغییر رو توش دیده و اعمال شده، لاجرم 20 شده 40 و این اثر رو گذاشته. تفسیر 14 هم همینطور دید، تفسیر 14 هم راجع به نرخ سوخت صنایع پتروشیمی پادشکوهی و فولاد هم سالمون باز اونجا یه عددی گذاشته بود که حالا من بحث بورس رو اینجا ندارم ولی در حالی پیشبینی کردیم اون عدد ناگهان با یه تغییری وسط کار دوباره کاهش پیدا کرد و حداقل 17000 میلیارد تومان کاهش برآورد اتفاق افتاد تو محموله. که اونورم تو مصالح الان جدول تفسیر 14 منتشر خواهد شد و می‌بینن عملاً به دولت گفتیم خودت از سمت مصالح فیلد دست کم کن. بخش نفتی و کجا از اینا اینم یه چالش ایجاد کرد برام. مثلا این روز ریل قرار نگرفتن دولت همچنان یه مقدار ما رو دچار چالش کرد توی این تصمیمات این شدیدی. ولی خب در این نکته که این افزایش ها چه در نرخ چه در میزان برآورده فروش واقعی نیست، من به این نظر مختلف اینجوری هست واقعی نیست. یه ایراد دیگه که به ساختار جلسات کمیسیون ترتیب حالا من حتی از برخی نماینده های کمیسیون ترتیب هم شنیدم این بود که قبل از اینکه جداول درآمدی منتشر بشه و حالا بخش درآمدی بسته بشه مطابق روال سالهای گذشته سراغ بخش هزینه ای رفتیم در ازای کار من نمیدونم عجیب، یعنی در واقع بعد هزینه ای درآمدی رو مثل اینکه داخل خیلی مدت زمان خیلی کوتاهی با هم دیگه بررسی کرد. نه اینجوری نیست، ما وقتی خیلی آره ما روی کاغذ هم اونجوری کسری بودجه خیلی زیاد داریم چه برسه به عملیاتش. ما وقتی میگیم بخش منابع و مصارف، این منابع رو ببندیم بعد سراغ مصارف، تو حوزه مصارف هر شکلی حوزه سیاست گذاری و بحث‌های اینچنینی هم هست، حتی اون احکام جمعی خرجی و اینام که هست اونا هم می‌بریم تو جامعه تو بخش مصارف بررسی میشه.
به جهت اینکه زمان ما نداشتیم، حالا اینو من دارم در واقع گزارش جلسه رو شما عرض می‌کنم، به جهتی که زمان کم بود و دولت هنوز راجع به 20% تنگ تکلیف نکرده بود و این موکول شد به آخرین روزهای تلفیق در حوزه منابع، اونجا متوقف شد و فقط این در واقع بند الف تفسیر یک متوقف شد و تا آخر بحث منابع تموم شد. یه زمانی فرصت وجود داشت که بحث جدیدی بشه، وارد تفسیر 12 شد خصوصی صرفی. تفسیر 12 هم بحث حقوق دستمزده و ارتباطی به اون موضوعات منابعی نداشت که حالا ببینید حالا چه اتفاقی رجوع میفته. رجوع همین مثلا نرخ مالیات و نمیدونم، یعنی بحثی بود که ارتباطی به موضوعی بود نداشت، گرچه بهتر این نظم حفظ بشه. تفسیر 12 به عنوان یک بحث یک جا بررسی شد، یعنی مجموع منابع مصرفش با هم بررسی شد که این صادره نداشت قبلا. ولی دلیلش این بود دیگه، دلیلش این بود که ما در یک چالشی بودیم که نمیشد یعنی توقف کنیم، مثلا یه هفته صبر کنیم بگذاریم. و از این جهت این حرف شما به یه معنا درسته، ولی داخلش که میریم میبینیم اینجوری نبود که یه بی‌نظمی مثلا باشه که مثلا یه جا منابع یه جا مصارف مثلا بود. بله خب چون این عدد مشخص نبود، این بخوایم بگیم مثلا جمع منابع چقدره، مثلا آخرش بگیم منابع اینجوری دسته شد تمام، اینجوری نشد، عملا نشد چون معطل این بودیم دیگه. این هم اینجوری حالا فصلش کردن که کار درستی هم نمید، ولی رفتی به اون نفسه زمان بزنه. آره تمام شد. ما توجه این که حالا زمان جلسه رو به اتمامه یه ما گفت اگه جنبندی چه روی سوالات چه روی صحبت آقای دکتر چه این سوال نپرسیدیم و حالا مسئله بوده که شما من خوشحالم که آقای دکتر حضور پیدا کردیم، زحمت کشیدید، دعوت کردید. من واقعا جواب این چون سوالو نگرفتم، یه چیزی مطرح میشه ببین آقای دکتر، من این کاری انجام دادم، حالا اینجا خدمت شما عرض میکنم، شما در خدمت شما قرار میدم، ملاحظه بفرمایید. ببینید نمایندگان محترم مجلس به نظر نمیرسه کسی در مجلس باشه که اقتصاد بدونه. این برای من به عنوان اقتصاد هم واضحه، فقط کنم این کاری دکتر اینقدر با قاطعیت میگن که قطعا برداشت از درآمد نفتی از اوراق بهتره، من کنم این قطعا شما بود که من همین 8 ماه زندگی رو گذاشتم دو تا کتاب اول اقتصاد کلان دنیا رو، کتاب بلنشار دانشگاه مایکی، کتاب های منکی دانشگاه هاروارد. ترس کنم اگه واقعی باشه، هر چه واقعی نیست هر چه بله بله بطر شما بنده به عنوان بله بطر شده بنده به عنوان استاد اقتصاد، بنده به عنوان کسی که بالاخره هر کسی منتقد باشه اگر منصف باشه میپذیره که بنده بالاخره یک سابقه سابقه در اقتصاد دارم. من هم یه جمله شما رو تجربه داخلی دارم. قطعاً استفاده از اوراق از استفاده از درآمد نفتی به این صورت قطعاً بهتره. اوراق مهمی. اوراق نداریم. مهمی نیست. مهمی نیست. سقف شما گذاشتید. الان امسال در سال 2014 تحقق پیدا نکرد. بله تحقق پیدا نکرد. چون نقش مهمی دیگه. نگذاشتید، به هر فرنس حیاخو رو با کردیم، رفتش میدیم به استقرار جهانی، رفتش میدیم به توطئه، رفتش میدیم به آدم بورس، با شاعت سیاسی دارد، به آدم بورس، ندیگه اونی که محقق میشه، اگه دارم محقق میشه، اوراقی که محقق نمیشه، به نمیسپرد، همین دارم دارم در لایف زنده میگم دیگه، حرف میکنم که سنتون، آبا تخصص عزیز من، شما که مجری نیستید تخصصه، من در احسن، مجری باید متخصص باشه، باید آشنایی داشته باشه. الان که نیستم از زنده بپرسید میشود درستش کرد؟ نه میشود، ان شاء الله میشود، ان شاء الله که بشود. میگم در این شرایط مجهز به علم نیست دستگاه اجرایی دستگاه قانون‌گذاری ما، مجهز به علم و تجربه بشری به آخرین دستاوردهای بشری نیست متأسفانه. اگر هست بفرمایید. آقا شما یک اقتصاددان بیارید این کاری همه دنیا میکنه. آقای دکتر بنده البته رشتم اقتصاد نیست ولی در مجلس دوی تا حتی تخصص ندارن. باشه شما بس کنید با اونها. تخصص ندارن. علم در یک نفر خلاصه نمیشه. نه علم در یک نفر خلاصه نمیشه. ولی تخصص هم در یک نفر خلاصه نمیشه. شما در این مسئله صحبت میفرمایید. میفرمایید بودجه نفت. اول انتقاد هم میکنید. دیگه در خطر بالا رفته. بعد میشه قطعا بهتر از این که ما یک بودجه متوازن داشته باشیم. من شرطی ندادم. چرا دیگه؟ ببینید
عرض بنده رو کامل میشن که اوراق رو وقتی اوراق رو در سال 1401 کاهش دادید به شدت حجمشو کم کردید، درآمدشو کم کردید، درآمدشو کم کردید، مجبور میشید که به صورت موهومی درآمد نفت رو وجود بیارید. بعد بفرمایید اوراق موهومیه، درآمد نفت موهومی نیست. من اشتباه فرمودید دیگه اوراق موهومیه. گفتم وقتی شما اوراقتون موهومی و محقق نمیشه، اگر نفت واقعا محقق بشه بهتر از اوراق موهومیه. و نفت کلش موهومیه. نفت کلش یعنی اینکه شما وقتی در درآمد نفت اونجا قرار میدنید چه پای پولی ایجاد کنید. اینم میشه اصلاح کرد. شما مگر همسایه ما نیستن الان عربستان؟ اون اصلاح انجام بدیم حتما. ولی شما در ظرف فعلی صحبت کنید. در ظرف فعلی شما میرید راجع به یه بحث دیگه صحبت میکنید که در ظرف فعلی کاملا قابل اصلاحه. من به جواب قابل اصلاح مال آینده است. الان شما یه همین یه بودجه واقعی به جلو میزتون الان. عزیزم من در ظرف 18 ممکن خبرام بیاد 10 درصد. ولی شما نمیتونید. ان شاءالله که شما بسپرید. نمیتونید. اگر آقای دکتر شما در حد دوست دیگه جمع بندی کنید. من بذارم ملاقات شما اگر جمع بندی کنید. شما جمع بندی کنید. اگه با دکتر جمع نشتم شما حرف با هم سعی تموم کنید. حالا اگه حضور بشه شدن میشه. من به نظر دیگه این ندارم. من میگم که باید بین آرمان ها و واقعیات یک تلفیقی درست کنیم. ما نمیتونیم در ظرف موجود آرمانگرایانه صحبت بکنیم. اینکه ما یک مسائلی رو رو کاغذ بلدیم و نه که رو کاغذ ممکنه اون فرمایشات شما یک مابعدایی داشته باشه که یک زیرساختایی بخواد، یک پیوستایی میخواد، یک مقدماتی میخواد، اما محبت هم بشه برد و اصلا محبت هم بشه. من ترمه که رد نمی کنم که من در مقام رد شما نیستم، ولی میگم ما همواره یک فردی که میخواد جامعه اداره بکنه و با قاطعیت میخواد صحبت بکنه باید در ظرف موجود، یعنی از نقطه موجود ما میتونیم به نقطه مطلوب برسیم. نمیتونیم نقطه مطلوب درست کنیم بگیم این درسته پس این انجام شد. انجام نشده رو کاغذه. یک آرمان خوبی هست کار. من حرفی ندارم. یعنی خیلی حرفا میشه زد. ایده های خیلی خوبی هست. به قول شما 50 سال 60 ساله که ما میخوایم نفت رو از بودجه حذف کنیم و نتونستیم. نشون میده که امثال بنده و شما، حالا یه روز من هیئت میام یه روز شما نمایندی و همین در همین ظرف میریم عمل میکنیم. یعنی شما امروز اگه مجلس بودید خیلی حرفا رو می‌زدید و ممکن بود درست باشه ممکن بود غلط هم باشه، ولی خروجی مجلس اون که شما دادن می‌خواید یا نمی‌خواید نیست. شما در یک ظرف حاکمیت و یک نظام حکمرانی عمل می‌کنید و خروجی می‌گیرید. می‌خوام بگم یعنی ما این مقدار منصفانه‌تر نسبت به آنچه که خروجی اتفاق می‌افته نگاه بکنیم، نه اینکه حالا بله من حتما اگه بشینم یک آرمان شهری برای خودم بکشم ببرم یه جایی بدم و بگم درستشون درست می‌کنم، من خودم درست می‌کنم. یعنی تو حوزه انرژی خودم که بلدم یه چیزایی رو خیلی کم بلدم میرم یه آرمان شهر انرژی درست میکنم، ولی من میتونم الان انجامش بدم لزوما نه. عرضم این بود. من از دیگه نه ما اصلا آرمانی نیستیم آقای شاهدی. نمیگم لزوما اینه، میگم باید در ظرف موضوع صحبت. خیلی متشکرم از مخاطب برنامه خوب اسمانه و خیلی متشکرم از مخاطبان گرامی که در این مدت دنبالمون کردن. حالا ما کلیپ برنامه رو داخل صفحه اینستاگرام قرار میدیم. امیدوارم که لذت برده باشین از حضورتون. خدا حافظ می‌کنم.